تشکر میکنم از دوست عزیز و همراه عزیز که منت بشن سر من و این فیلم کوچیک و اومدن. خیالون راحت شد که نه، این سینما هنوز تنها نیست، این بقیه فیلم های دوست های همکارم که اونم لطف کردم به من، آقای مجید ورزگر، وحید وکیلی فر و بقیه دوستان که تو این جمع هستن. دعوت میکنم از همراه ها و همدلان و همکارهای من در فیلم من از سپیده صبح بیزارم که بیان روی صحنه. آقای مسکر، آقای مجید مکنم بفرمو، خواهش بگم بس اینجا مسئول حجید، خواهش بگم مرتضی جان، انسی جان. من اول از همتون خواهش میکنم که برای حسین یه انرژی خیلی زیاد بفرستین. این حسین یه گنجه. و همینطوری مهسا خانم گل. ما در هجوم شبکه‌های اجتماعی، بعضی درست استفاده میکنن، بعضی غلط استفاده میکنن، بعضی اصلا نمیتونن ازش استفاده کنن. برای نسل دنیای مجازی این ما دیگه، توی همین جستجوها، توی همین سالهایی که با شبکه‌های مجازی سرکار داشتم، یه روز این ایده به سرم زد و فکر کردم که بعد یه بستری براش فراهم کنم که بتونم در واقع عمق بیشتری به این ایده که ایده خیلی خطیه بدم. تمام لحظات فیلم از روی فیلمنامه نوشته، یعنی به فیلمنامش نوشته شده تمام لحظات، هیچ بداهه کاری توی فیلم نیست. یعنی اینجوری نیست که وقتی که توی پشت صحنه فیلم دست مثلا یکی از گروه تدارکات چای میاره، این در واقع یه اتفاق بداهه باشه. تمام اینا نوشته شده بود و در واقع حتی میزانسن ها جوری دیالوگ ها رو به هم وصل کردیم با میزانسن ها که وقتی میریم سر صحنه دچار سردرگمی نشیم، که قصه رو در واقع گم بکنیم. یعنی هیچ چیزی نیست، همش با نظارت مطلق شخص کارگردانه. قبل از اینکه در مورد فیلم صحبت کنم، متاسفم در این روزهای گذشته چند تا عزیز رو از دست دادیم. یک سری از مهمون هایی که در خدمتشون نیستیم الان در سالن دیگه در سوگواری عزیز دیگه هستن، مرحوم انوشیروان ارجمند که یاد میکنیم ازش، که من نقش پسرشون رو بازی کردم در یکی از سریال ها. و در همین روزهای تلخ و گذشته که داشتیم، ما یه همراه دیگر هم از دست دادیم، کسی که همیشه دوست داشتم توی همچین فرصتی که فیلم اکران میشه در کنار ما باشه. مرحوم احمد زاهد، دایی آقای مجید مطلبی، تهیه کننده فیلم اول من و مشاور من در این فیلم، همیشه حامی من بوده مستقیم و غیر مستقیم، ولی متاسفانه من این شانس رو نداشتم که تو اولین نمایش فیلمم تو کشورم، که همیشه تو همه جا از من حمایت کرد و کنارمون بود، باشه. و این دوست داشتم اینو تقسیم کنم و انرژی خوب براشون بفرستیم. یاد میکنیم از تمام فیلمسازهایی که از نقطه شروع کردن و ما اینجا وایسادیم. از سعی میکنم از روی لیست بخونم کسی از جا نیفته: فرخ غفاری، جلال مقدم، ناصر تقوایی، داریوش مهرجویی، مرحوم شهید سالس، آوانس آگانیاس، سپنتا، علی حاتمی، آبری آوانسیان. کاملا محدود کرده بودم به اون اثری که داریم خلق میکنیم. اصلا نه که خیلی رادیکال بخوایم یه فیلمی بسازیم که کسی رو آزار بده، هدفی نیست. در واقع وقتی که تو میخواید از جریان اصلی سینما فاصله بگیری، تکلیفت رو بعد روشن باشه دیگه، پس بعد کاری که دوست داری بکنی. این نقاشی میمونه که در واقع کار پاپولار میکنه برای اینکه بفروشه، براش حیات کنونیش مهمه و به حیاتش که شاید بعد از مرگش، در واقع حیات حرفه‌ایش که شاید با مردنش ادامه پیدا کنه، فکر نمی کنه. این نوع سینما تو داری به این فکر میکنی، تو داری فکر میکنی من قراره چیزی تولید بکنم و وقتی زمان ازش میگذره شاید این شانس رو داشته باشی که تبدیل بشه به یه اثر موندگار، شاید هم نداشته باشه. ولی چیزی که پشتشه این نیتی که تو میخوای تلاش کنی یک اثری نزدیک به روح و روان خودت
تولید بکنی تا اینکه در واقع به این فکر بکنی که آیا مخاطب خارج از ایران خواهد داشت، آیا در فستیوال فلان دیده خواهد شد، آیا این مخاطب ایرانی خواهد داشت، به تمام طیف مخاطب فکر می‌کنی؟ قطعا اینجوری نبوده. البته با توجه به نمیگم سن و سال خورده شاد نظر باشه، من کسوت هنری آقای بابک کریمی عزیز، اول من با اجازه از آقای بابک کریمی عزیز دعوت میکنم چنگ سلام در خدمتشون باشیم. بعد والا به من با تمام حرفای علی موافقم، نمیخوام چیز دیگه اضافه بکنم. فکر کنم برای هممون این خوشحالی است که بتونیم این فیلم ها به قول خانم رخشان بنی اعتماد که گفتن فیلم موقعی که ساخته میشه به هر حال یه روزی دیده میشه، و این اتفاقی که داره میفته این روزا دقیقا نشانی این اینه که فیلم و هر وقت یه ایده ای هست، این ایده رو به هر حال باید هر جور کس اجرا به اجرا برسونیم، و این فیلم دقیقا تو همین شرایط که ایشون اشاره میکردن ساخته شد. ما هیچ نوع حمایتی نداشتیم و واقعا با دست به دست دادن همه دوستان این فیلم فیلم شد، و برخلاف تمام فیلم های دیگه که معمولا ما زندگیمونو داریم بعد میریم یک فیلمی بازی میکنیم یا یک فیلمی میسازیم که یه جوری وارد یه ذهنیت دیگه میشه، این فیلم زندگیمون و کارمون با هم یکی شد، و خود تم فیلم هم همینو تعریف میکنه که چطور سینما میتونه آینه زندگی روزمره هممون باشه. خب آقای کریم، آقای خدایی به عنوان چشم دوم، سلام و خیر مقدم. منم واقعا به نوبه خودم خیلی خوشحالم که این فیلم بالاخره اکران شد، به نمایش در اومد، و این بخش هنر تجربه رو من پیشنهادم اینه که به همه دوستان که واقعا راجبش تبلیغ کنیم، یعنی دوروبری‌های خودمون، کسایی که علاقمند سینمان ولی فیلم‌های دیگه ای رو میپسندن رو دعوت کنیم که یک بار هم که شده توی اکران هنر تجربه شرکت کنن و این لذت رو با بقیه همراهانشون تقسیم کنن، چون واقعا فکر میکنم که فیلمایی که توی هنر تجربه اکران میشه طعم متفاوتی داره نسبت به فیلمایی که در اکران هست به طور روزمره، و واقعا من خوشحالم و بازم تقدیر و تشکر میکنم از کسانی که ایده راه اندازی این سینما رو به اجرا در آوردن. توی فیلم برداری این فیلم، یعنی همه عناصر مزاحمی که توی فیلم‌های رایج وجود داره، مثلا شما فرض کنید که برای اینکه یه پلان گرفته بشه جای دقیق بازیگر، میزانسن خیلی دقیق و نورپردازی خیلی دقیقی احتیاج هست و وجود داره توی سینمای رایج، و ما برای اینکه قالب این فیلم رو به زندگی شبیه کنیم، یعنی اینکه عناصر اضافه‌ای که میتونه مانع از این بشه که احساس یه بازیگر یا یه میزانسن در لحظه دچار خدشه بشه، همه اینا رو تا جایی که برای اون امکان داشت حذف کردیم، یعنی اینکه پایه و اساس فیلم رو اینجوری در نظر گرفتیم که ما دوربین پشت صحنه ایم توی اون قسمت‌هایی که قسمت پارت دوم فیلم که فیلم تو فیلم بود در اصل. توی پارت اول هم سعی کردم که کمترین میزان مزاحمت رو برای چشم مخاطب داشته باشم تا درگیر زندگی بشه، بیشتر درگیر داستان و جزئیات خود فیلم بشه. توی فیلم‌های هنر و تجربه، خب مثلا فیلمی که من دوست داشتم که البته نمیدونم تو کاتگوری مستند قرار میگیره یا تو کاتگوری داستانی، فیلم سه شبانه روز بیداری بود یا بیداری برای سه روز، فیلم مسعود امینی که خودش هم از همکارهای خوب و درجه یکه اونه. من فرم تصویری اون فیلم رو دوست داشتم، یعنی اینکه خیلی مستندگونه بود و چیزی اضافه نداشت نسبت به فیلم، یعنی اضافه گویی نداشت. جناب آقای گلمکانی با در یک مراسمی
گفتن که نگذاریم سینمای اکران آبروی سینما ایران رو ببره. خیلی جمله تاریخی بود، یعنی سینما ایران بخش‌های خیلی مختلفی داره که واقعا باید همیشه دیده بشه. خب آقای کریم شما دعوت کنید. آقای مصلح تدوینگر محترم فیلم بهزاد عزیز. خیلی خوشحالم در خدمتتونم. زیاده‌گویی نمی‌کنم، خیلی لذت بردم از تدوین این کار، از تجربه خیلی خوبم بود. امیدوارم شما هم از این فیلم لذت ببرید. ببینید فیلم در فیلم بودن این تجربه یکم با شکل‌های دیگه فیلم در فیلم که ماها باهاش آشناییم فرق می‌کنه. یعنی جایی که کاراکترها عوض میشن، شما میرین یه صحنه‌ای رو می‌بینین برمیگرد. اینجا اصلا اینطوری نیست. خود فیلمی هم که داره ساخته میشه بر اساس فیلمنامه و شکل تولیدی که آقای کریم پیش بینی کرده بوده براش و شکل نماها جزء زندگیه. یعنی وقتی هم که میریم از تو دوربین تو صحنه فیلم دوم رو می‌بینیم، درست رنگا نورات یکم فرق میکنه، ولی از پشت همون هم زندگی باز جریان داره. میبینیم که اتفاقاتی که در مقابل دوربین دوم هم میفته این زندگی هم و خودشون فیلم رو پیش میبرن، منجر میشن به اتفاقات دیگه. تدوین هم مجزا نبوده از این اتفاق، یعنی اثر گرفته. ضمن اینکه تو همه اون لحظات فیلم در فیلم هم به قول شما سعی شده باز هم برشا به گونه باشه که بیننده رو متوجه تدوین نکنه. من تشکر میکنم از تمام دوستانی که تشریف آوردن، هنرمندان، دوستان عزیز من، منت گذاشتن به سر من. تشکر میکنم از مدیریت فرهنگی جدید، از وزیر ارشاد، از مدیر سازمان سینمایی جناب ایوبی با این ایده درخشان و گروه هنر و تجربه آقای علم الهدا و باقی دوستان که دارن زحمت میکشن تا این فیلم ها دیده بشن. و چون یک شروع در واقع یک چیز جدیده، بسیار کار سختی دارن و این خیلی خوشحالم که این فیلمو با هم می‌بینیم. ممنون. دیگه دوستان نمی‌خوام صحبت کنم دیگه. من سابقه که از این نوع فیلم ها در سینما ایران وجود داره خیلی متقدم نیست. ما در این زمینه سینما یک سابقه داری داریم. مسعود به سابقه است، آثار سرها و شهید سالس بزرگ که جریان های بعدی سینمای شبیه فرون واقعا باید حق مطلب رو ادا کنن و بگن که متأثر از سینمای سهراب شهید سالس این نوع سینما نقش گرفت. این فیلم، این در فیلم ها از جمله کارهایی که علی کریم عزیز انجام میده. در فیلم قبلی چاله هم بود. نوع ساختار، روایت، عدول از برخی از قواعد سینمای کلاسیک، اینها نشون میده که تلاش دارن در همون سینمایی که نقطه عظیمتش آثار سهراب شهید سالس بوده پیروی بکنن. من اسمم من بهروز هستم، بهروز کالمانو. خیلی ممنون، دست درد نکنه. مهسا خانم هم صحبت میکنه. مرسی. همه تمیت خیلی خوشحالم. شما خیلی دوست دارم، همه بلقه کردین و کمک کردین، منتا دادی. من که بازیگر سینما هستم، خانم سپیده صبح. ببین ما بیشتر از 100 سال اگر اشتباه نکنم تاریخ سینما داریم. این یک بزنگاه تاریخیه برای سینما که در واقع فیلمسازهای بزرگی، حالا ما که تازه شروع کردیم، فیلمسازهای بزرگی که فرصت اینو نداشتن فیلماشون رو با مخاطب عمومی ببینن روی پرده، این فیلم، این فرصت برای نسل ما به وجود اومده و به نظر من نقاط قوتش انقدر فراوونه که اصلا اگر اینکه شاید یک فیلمی در این میان دیده نشه یا تبلیغاتی براش انجام نشه یا هر چیزی، اصلا چه اهمیتی داره. من در مورد فیلم خودم دارم حرف میزنم. یعنی واقعا ما کیسه ای دوختیم برای این اکرانه. این به چشم یک بزنگاه تاریخی نگاه می‌کنی و فکر می‌کنم سالیان سال بعدها در مورد این اتفاق خیلی صحبت‌های مهمی میشه و اون موقع شاید ارزش این جریان رو بفهمیم. من فکر می‌کنم که داره تأثیر می‌ذاره هنر و تجربه. یعنی چند نفر می‌شناسم، آدم‌هایی که به هر حال آدم‌های سلبریتی هستن، دغدغه‌شون الان ساخت این گونه از سینماست و ولی اونا نمیدونن، ما هم بهشون نمیگیم که این گونه از سینما
یک تصمیم آنی نیست، یه عمقی، یه درونیاتی میخواد، یه دغدغه‌ای میخواد. این نیستش که ما ها با پول تو جیبمون میریم فیلم میسازیم هر کس بتونه این کارو بکنه. نه، ما از اول این نوع زندگی رو انتخاب کردیم و حالا یا فیلم نتیجش فیلم خوبی میشه یا بد، مهم نیست. ولی الان من حس میکنم تو جریان اصلی سینما همین الان تاثیر گذاشته، یعنی داره دغدغه میشه که این مدل فیلم بسازن. حالا امیدوارم که این تاثیر توی محتوا، توی فرم، میدونین، بده بستو. به نظر من تو سینمای امریکا هست، یعنی سینمای امروز امریکا میبینین تحت تاثیر سینمای مستقل امریکا است، تحت تاثیر سینمای مستقل اروپا است. یعنی میبینین یه جریانی داره کمک میکنه که دیگه ما کم کم فیلمهایی که محصول صنعت و نگاه هالیوودی هم هست، کم کم نشانه های سینمای مستقل و جریانات سینمایی در واقع فرا از جریان اصلی سینما رو توشون داریم میبینیم و به نظرم در ایران هم اتفاق میفته. دیره ولی خیلی ارزشمنده.